فصل چهارم. پس در این صورت درباره جد ما ابراهیم چه بگوییم؟ اگر به وسیله اعمال خود پیش خدا نیک شمرده شده بود، دلیلی برای بالیدن می داشت. اما اون نمی تواند در پیشگاه خدا به خود ببالد، زیرا کتاب مقدس می فرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. شخصی که کار می کند مزد می گیرد و مزد او هدیه به حساب نمی آید، بلکه حق او است که باید به او پرداخت شود. و اما مردی که کار نمی کند، بلکه به خدایی که حتی شخص خدا ناشناس را کاملا نیک می گرداند ایمان می آورد، ایمان او نیکی مطلق به حساب می آید. حضرت داوود درباره شادی شخصی که خدا بدون در نظر گرفتن اعمالش او را کاملا نیک می سازد چنین می فرماید: خوشا به حال آنانی که خدا خطایای ایشان را بخشیده و گناهانشان را پوشیده است. خوشا به حال کسی که خداوند گناه او را به حساب نمی آورد. آیا این شادی تنها متعلق با آنانی است که ختنه شدند، یا همچنین به کسانی که ختنه نشدند نیز تعلق دارد؟ چنان که از کلام خدا نقل کردیم، خدا ایمان ابراهیم را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. در آن زمان ابراهیم در چه حالت بود؟ آیا قبل از ختنه شدن او بود یا بعد؟ البته قبل از ختنه شدن، و ختنش علامتی بود برای اثبات اینکه به وسیله ایمانش خدا او را پیش از آن که ختنه شود کاملا نیک شمرده بود. و از این رو ابراهیم پدر همه کسانی است که به خدا ایمان می آورند و نیک شمرده می شوند، حتی اگر مختون نباشند. و همچنین پدر کسانی است که مختون هستند، نه تنها به خاطر اینکه ختنه شدند، بلکه به خاطر اینکه از ایمانی که ابراهیم در وقت نامختونی داشت پیروی می کنند. خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داد که جهان از آن او خواهد بود. این وعده به علت اطاعت ابراهیم از شریعت نیست، بلکه برای این است که او ایمان آورد و ایمان او برایش نیکی مطلق محسوب شد. زیرا اگر وعده های خدا به کسانی داده شود که از شریعت پیروی می کنند، دیگر ایمان آدمی بی‌معنی و وعده خدا بی‌ارزش است. زیرا شریعت غضب الهی را موجب می شود، اما جایی که شریعت نیست، تجاوز از شریعت هم وجود ندارد. پس این وعده به ایمان متکی است، تا آن بر فیض خدا استوار بوده و برای تمام فرزندان ابراهیم معتبر باشد، نه تنها برای آنانی که از شریعت اطاعت می کنند، بلکه برای کسانی هم که مانند ابراهیم ایمان می آورند، زیرا ابراهیم پدر همه ماست. چنانکه کتاب مقدس می فرماید تو را پدر ملل بسیار ساختم. از این رو این وعده در نظر خدایی که ابراهیم به او ایمان آورد معتبر است، آن خدایی که مردگان را زنده می کند و نیستی ها را هستی می بخشد. ابراهیم ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ امیدی نبود او امیدوار گشت و از این رو پدر ملل بسیار شد. همانطور که کتاب خدا می فرماید فرزندان تو به این اندازه کثیر خواهند شد. ابراهیم تقریبا 100 ساله بود، اما توجه به وضع بدنی خودش که تقریبا مرده بود و با توجه به اینکه سارا نمی توانست صاحب فرزندی شود، ایمانش را سست نساخت و نسبت به وعده خدا شک نکرد، بلکه در حالی که خدا را حمد می گفت، ایمانش او را تقویت می نمود. زیرا اطمینان کامل داشت که خدا قادر است مطابق آنچه وعده فرموده است عمل کند. به این دلیل است که ایمان ابراهیم به عنوان نیکی مطلق محسوب شد. کلمات محسوب شد تنها به خاطر او نوشته نشد، بلکه همچنین برای ما نوشته شد که باید کاملا نیک شمرده شویم. ما به خدای ایمان داریم که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده ساخت.
او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملا نیک محسوب شویم.